سلام، وقت بخیر. این ویدیو در مورد کارگرانی که به بیماری کرونا مبتلا شده و واجد شرایط کمک های مالی از طرف دولت می باشد است. اگر شما در ویکتوریا زندگی می کنین و بالاتر از سن 17 سال عمر دارین و به بیمه صحی دسترسی ندارین و فعلا هم به دلیل مبتلا شدن به بیماری ویروس کرونا خارج از منزل کار کرده نمیتونین و یا هم کسی هستین که طفل زیر سن 16 سال را از شما مراقبت میکنین و او طفل بیماری کرونا داره و یا هم کسی هستین که با شخص دیگر در تماس بودین که او بیماری کرونا داشته و فعلا هم به قرنطین به سر میبرین، شما امکان داره که واجد شرایط ای کمک های مالی از طرف دولت باشین. در حال حاضر دو نوع کمک از طرف دولت استرالیا به کارمندانی که در ویکتوریا زندگی می کند و به مرضی کرونا مبتلا شده است در نظر گرفته شده. اول کسایی که مثلا در قرنطین به سر میبره از طرف خود دولت فدرالی استرالیا به مبلغ $1,500 برش داده میشه و باید به خاطر گرفتن این پول شما میتونین به سنتر لینک در تماس شوین از طریق شماره تماس 1-8-0-2-2-6-6 و این شماره و از طریق همی خط میتونین از 8 صبح تا 8 شام همه روزه از روز دوشنبه تا روز جمعه تماس بگیرین و همینطور در روزهای آخر هفته از ساعت 9 تا ساعت 5 با این شماره میتونین به سنتر لینک تماس بگیرین و همچنان اگر شما انترپریتر یا ترجمان نیاز داشتین به شماره تماس 1-3-1-2-0-2 تماس بگیرین و امکان داره شما واجد شرایط پیمنت یا کمک مالی از طرف دولت فدرالی استرالیا باشین. و نوع دوم کمک های مالی برای کارمندانی که به بیماری ویروس کرونا مبتلا شده از طرف دولت ایالتی ویکتوریا می باشه که از 300 تا 1500 برای مریضان داده میشه و به خاطر دریافت از این کمک شما میتونین به وبسایت Department of Health and Human Services of Victoria مراجعه کنین و این کمک ها برای هر نوع ویزایی که دارین، مثلا چی پرمننت باشه چی تمپوراری باشه و یا هم دیجی باشه، شما برای همه نوع ویزا این کمک های مالی داده میشه. و چیزی که بسیار مهم است و دولت هم روی از او بسیار تاکید داره این است که وقتی میگیرین که علائم ویروس کرونا را دارین و ممکن است به بیماری مبتلا شده باشین، فکر میکنین که تو هم حس ناخوب دارین، بهتر است که آزمایش کرونا ویروس انجام بدین و تا مرحله که نتیجه آزمایشتان معلوم باشه باید از در خانه باقی بمانین و خودشون بهتر مفهمین. به دلیل هزمی که این بسیار مهم است دولت برای کارمندان یک مقدار کمک های مالی را پیشنهاد کرده تا آنها در خانه باقی بمانه و در جریان قرنطین یک کمک مالی برای خودش، برای فامیلش، خانوادش باشه. پس لطفاً وقتی که بیماری ویروس کرونا را علائم شده وجود خود مینگرین حتما تست انجام بدین و به خاطر درخواست کمک در مورد کرونا ویروس حتی میتونید به شماره تماس 1-800-675-398 در تماس شوین و حتی میتونید شما ترجمانم از این طریق بخواین. امی شماره تماس در 7 روز هفته 24 ساعت در خدمت مردم می باشه، پس لطفا متوجه خود باشین. و جای یادآوری است یک بار دیگر که اگر شما این قوانین و مقررات که به خاطر پیشگیری از پخش ویروس کرونا در نظر گرفته دولت نقض کنین، امکان داره مثلا کسی در خانه شما بیایه یا شما خانه کسی برین، ممکن است به اندازه $1,652 جریمه شوین. اگر ماسک نپوشین شاید هم $200 جریمه شوین و اگر نتیجه آزمایشتان مثبت است و بیرون از منزل مورین هم باز شاید $4,957 جریمه شوین
و اگر می قوانین و مقررات بیشتر از یک دفعه نقض کنین و رعایت نکنین، ممکن است تا 20,000 جریمه شوین و همچنان حتی با محکمه کشانده شوین. و البته بعضی استثناءات دیگه وجود داره که مثلا وقتی شما مریض هستین و میخواین برین در شفاخانه، در اون صورت امکان مشکل وجود نداره و امکان در شما جریمه نشین. خب طبعا نیاز است که باید برین. و اگر کسی از افسرهای نظامی یا پلیس در خانه شما میه و میخواهد نتایج امی آزمایشتان را بینگره و بفهمه که شما در خانه هستین، اونا بازم کدام مشکل را در شما ایجاد نمکنه. ترس نخورین، دیگه یک چیزی است که بین مردم ما و شما آل نیاز است که انجام میده. پس بهتر است که متوجه خود باشین و امی محدودیت ها را در نظر بگیرین. وقتتان خوش. خداحافظ.